اینا مدل کاری کی بود؟ مدل از زمان خلیفه دوم باب شد. شما تو فتوحات شرکت میکردی، مثلا 10% مال خودت بود. برای همین مثل بولدزر صاف کردن دیگه، از این ور تا هند گرفتن، از اون ور تا مصر و لیبی، بعدها تا اندلس رسیدن. برای که چی بود؟ برای اینکه این فتوحات پیوست اقتصادی داشت، هرچی فتوحات میکردی پول گیرت میومد. خیلی ها چاق و چله شدن، مثلا زبیر که پسر عمه امیرالمومنین حضرت زهراست، بچه صفیه است، این از نزدیکان اهل بیته. مازال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیزی نمونده بود زبیر از یکی از ما اهل بیت بشه، حتی نشأ ابنه المشموم عبدالله، تا اینکه پسر شومش عبدالله ابن زبیر بزرگ شد، مخ باباشو زد، حب فرزند پنچرش کرد. این آقای زبیر فقط پول نقد، فقط پول نقد و نه بیشتر، منظورم حسابای بانکیشه، اون موقع بانکی نبوده، پول نقد، درهم دینارش، خونه‌اش نه، کنیزاش نه، ماشینای شاسی بلند شطور نه، SUV اسب آنچنانی نه، اینا رو نمیگم، فقط پول نقدش. برید طبقات ابن سعد و صحیح بخاری رو بخونید، نو منابع اهل سنت دیگه، صحیح بخاری مهمتر و صحیح‌تر ما کجا بیاریم، میگه اصح کتبه. ایشون میگه ثروت فقط پول نقد از زبیر 56 میلیون درهم بوده اون زمان. برای اینکه بفهمید چقدر بوده، هر 10 تا درهم یه دیناره، 56 میلیون درهم یعنی 5600 تا 5 میلیون و 600 هزار تا سکه طلا، 5 میلیون و 600 هزار تا سکه دینار، هر سکه 4.5 گرم طلا، یعنی 5 میلیون و 600 هزار رو ضرب داره 4.2 یا 4.5 میگن گرم طلا کن، ببین چند گرم میشه، چند کیلو میشه، ضرب داره طلا کن به قیمت گرم دیگه، ببین چقدر میشه.